حالا سوال مهم آیا قسمت وسط سیروپیاز خطرناک هستن یا نه وقتی که سیر و پیاز برای مدتی نگهداری بشن یه جا ممکنه وسطشون یه سری جوانه های سبز رنگی رشد بکنه توی سی خیلیاتون شاید شنیدین یا که این باب شده به خصوص در فضای مجازی که میگن ته کاهو رو نخور ته هویج رو بنداز دور این قسمت خیار رو بعد ببری اگر وسط سیر و پیاز جوونی سبز هست وقتی که به دو قسمت تقسیمش میکنی بعد در بیاری برای اینکه سرطان زای و چیزهای دیگه این ویدیو خیلی ویدیوی مهمی هست برای اینکه میخوام بهتون صفر تا صد این موضوع رو بگم و یاد بگیرید که کدوم بخش های این سبزیجات قابل استفاده است و چرا یه سری از بخش ها رو نباید استفاده بکنیم پس همه چیز رو راجبش میشنوید یاد میگیرید و دیگه لازم نیست راجبش بترسید وقتی که از آدم های مختلف چیزهای مختلفی میشنوید و اینکه آیا واقعیت داره یا نداره با من تا انتهای ویدیو همراه باشید سلام به کانال مدیماین خوش اومدید مرسی که اینجایید مرسی که ما رو حمایت میکنید همین الان لطفا ویدیو رو لایک بکنید برای اینکه به بیشتر دیده شدنش کمک میکنه و اگر فکر میکنید این ویدیو میتونه برای کسی جالب باشه باهاش حتما به اشتراک بذارید قبل از اینکه بریم سراغ بخش های مختلف سبزیجاتی که شما نباید مصرف بکنید یک کلمه خیلی مهمی وجود داره در بحث امروز ما اسمش نیتراته شما باید بدونید که این نیترات چی هست چه کاری انجام میده و چرا میتونه آسیبی به برخی از سبزیجات وارد بکنه که شما نباید اون بخشهای خاصش رو مصرف بکنید نیترات چطوری وارد سبزیجات و بدن ما میشه؟ سوال خیلی مهمی است بشنویم نیترات یک ترکیب طبیعی توی خاکه که گیاهان برای رشدشون ازش استفاده میکنن اما روش های کشاورزی مدرن و استفاده از کودهای شیمیایی میزان نیترات در بعضی از سبزیجات رو به طرز قابل توجهی افزایش داده این ماده از طریق آب و خاک وارد سبزیجات میشه و بعد از اون به بدن ما منتقل میشه نیترات در بدن ممکنه به نیتریت و بعد از اون به نیتروزامین ها تبدیل بشه که این ترکیبات بلقوه کارسینوژنیک هستند اما نکته مهم اینجاست که سبزیجات مختلف نیترات یکسانی ندارند پس نوع گیاه بخشی که مصرف میکنیم از اون گیاه و شرایط رشد و روش آماده سازی اون غذا میتونه سطح نیترات رو تغییر بده حالا بریم ببینیم که کدوم سبزیجات بیشترین نیترات رو دارن و کدوم قسمت ها خطرناک ترن شماره یک کاهو کاهو به ویژه کاهوهای پرورش یافته توی گلخونه ها یا شرایط نور کم یکی از بالاترین منابع نیترات رو در بین سبزیجات دارن قسمت پرخطرش کجاست؟ ته کاهو و قسمت های رگدار برگ ها نیترات بیشتری دارن حالا نکته جالبی بهتون بگم اگرچه که ته کاهو نیترات بیشتری داره اما برگ های بیرونی بیشتر در معرض آلودگی های محیطی هستند پس شستن کامل کاهو بسیار ضروریه شماره دو میرسه به اسفناج یکی از منابع اصلی نیترات در رژیم غذایی ما اسفناج هست به ویژه در ماهای سرد که رشد گیاه کنتره قسمت پرخطرش کجاست؟ ساقه های مرکزی و رگبرگ های بزرگشه نکته جالب چیه؟ اینه که پختن اسفناج میتونه نیتراتش رو کاهش بده اما حواستون باشه نوشیدن آب باقی مونده بعد از پخت نیترات رو دوباره به بدنتون برمیگردونه پس وقتی که اسفناج رو پختید آبش رو دور بریزید و استفاده نکنید شماره 3 میرسه به چقوندر و برگ چغندر چقوندر به خاطر توانایی جذب بالای نیترات از خاک یکی از پر نیترات ترین سبزیجات قسمت پرخطرش کجاست ریشه چقوندره نکته مهم اینه که برگ های چغندر نیترات خیلی بالایی دارن پس خیلی مواظب باشید وقتی که از برگ چغندر استفاده می کنید این موضوع رو به یاد بیارید شماره چهار میرسه به گوجه فرنگی اونم از نوع نارس و سبزش بخش های سبز گوجه فرنگی نارس به ویژه قسمت سبز و سفید نزدیک ساقه علاوه بر نیترات حاوی ترکیباتی مثل سولانین هستند که توی مقادیر بالا برای ما خیلی سمی هستن قسمت پرخطرش کجاست بخش سفید و سبزی که در مرکز و نزدیک به ساقه هست وقتی گوجه فرنگی رو میبرید اون قسمت سفیدی که توی وسطش هست رو در بیارید گوجه فرنگی رسیده میزان سولانین و نیترات کمتری داره هر چقدر که گوجه فرنگی میرسه اون بخش سفید وسطش کمتر میشه شماره پنج جدول ما میرسه به هویج هویج یکی دیگه از سبزیجات پر نیترات به ویژه زمانی که در خاکهای غنی از کود شیمیایی رشد کرده باشه قسمت پرخطرش کجاست پوستش و انتهای باریک هویج هستش جدا کردن پوست هویج و بریدن انتهاش میتونه تا حد خیلی زیادی نیترات رو کاهش بده شماره 6 میرسه به خیار خیار به خاطر جذب نیترات از خاک ممکنه در پوستش و قسمت انتهایی خودش نیترات داشته باشه جدا کردن پوست خیار نه فقط نیترات بلکه خیلی از سموم دفع آفات رو از بین میبره پس حتما خیار رو پوست بگیرید مورد بعدی میرسه به تروبچه و کدو شماره هفت جدول ما تروبچه و کدو شامل مقادیر زیادی از نیترات هستن اما بسته به شرایط رشدشون مقدار نیترات درشون میتونه متفاوت باشه قسمت پرخطرش پوستش و بخش‌های نزدیک به ریشه هستش تروبچه های کوچیکتر معمولا نیترات خیلی کمتری دارن حالا سوال مهم آیا قسمت وسط سیروپیاز خطرناک هستن یا نه وقتی که سیر و پیاز برای مدتی نگهداری بشن یه جا ممکنه وسطشون یه سری جوانه های سبز رنگی رشد بکنه توی سیر این جوانه ها نه تنها سمی نیستن بلکه به خاطر آنتی اکسیدان قوی و بالایی که دارن خواص مفیدتری نسبت به سیر دارن این تو مقالات علمی اومده تمام مقالاتی که من بررسی کردم پس اون چیزی که توی ذهنتون دارید که میگن وسط سیر و پیاز رو باید در اشتباهه توی پیاز چطوره جوانه های سبزی که در وسط پیازه میتونه یک کمکی تعم تلخی داشته باشن ولی هیچ خطر سلامتی ندارن اگر تعم تلخش اذیتتون نمیکنه به هیچ عنوان لازم ندارید قسمت سبز وسط سیر و پیاز رو در بیارید حالا نکته مهم اول ویدیو راجب به نیترات ها باهاتون صحبت کردم و اینکه شما باید قسمت های مختلف سبزیجات رو جدا بکنید چون که نیترات بالاتری دارن حالا نیترات چیکار میکنه چه اثری توی بدن ما داره بعد از مصرف نیترات بخشی از اون در معده به نیتری تبدیل میشه نیتری توی شرایط خاص مثلا در حضور پروتین های خاص میتونه به نیتروزامین تبدیل بشه که کارسینوژنیک هستن عوارض کوتاه مدتش چیه میتونه به کاهش اکسیژن رسانی خون ختم بشه و در بلند مدت میتونه متاسفانه باعث افزایش خطر سرطان های معده مری و روده رو بالا ببره چطوری میتونیم خطر نیترات رو کاهش بدیم یک شستن سبزیجات شستشوی کامل سبزیجات نیترات سطحی اونها رو کاهش میده دو پوستگیری جدا کردن پوست میتونه بخش زیادی از نیترات رو حذف بکنه سه پختنشه پخت سبزیجات میتونه نیترات رو کاهش بده اما از مصرف آب باقی مونده پرهیز بکنید و چهار انتخاب ارگانیک هست سبزیجات ارگانیک به خاطر استفاده نکردن از کودهای شیمیایی نیترات کمتری دارن ولی اگر بشه واقعا به اون لیبل ارگانیک اعتماد کرد سوال پرتکرار همه کلروفیل مصرف بکنیم یا نه کلروفیل توی سبزیجات هست توی قطره کلروفیل خوراکی هم هست که میتونیم تهیهش بکنیم و مصرفش بکنیم کدومش بهتره آیا برامون خطری داره مصرف کلروفیل خوراکی یا نه این ویدیو رو ببینید برای اینکه صرف تا صد کلروفیل رو با هم بررسی کردیم